چهارشنبه در خدمت شما عزیزان هستم به وقت ساعت 5 به وقت واشنگتن. و این برنامه همینطور که من در خدمت شما هستم مستقیما از طریق فیسبوک پخش میشه و در فیسبوک مردم تیوی هر موقع بخواید این برنامه رو میتونید ببینید. من امروز یک مهمان بسیار عزیزی دارم که قراره که تا 10 دقیقه برم شروع کنم و وقتی اومدن رو خط معرفیش میکنم. مسئله که مثلا خیلی یه دکتر رو نمیارن رو خط، من میخوام یه دکتر رو بیارم رو خط. خیلی یه دکتر رو نمیارن رو خط که برای اون دکتر بازاریابی کنن، کارش بگن، تلفنش بگن، مشتری پیدا کنن، ولی من دکتر رو میخوام بیارم رو خط که بگم این دکتر برای شما پول خرج میکنه به جای شما برای این دکتر پول خرج کنیم. همه دکترها که میان رو خط میان که شما یه جوری برید پولتون رو بدین به اونا، نه اینکه بگم کار بد میکنن، کار بسیار خوبی میکنن، میخوان مشتری پیدا کنن یا مریض پیدا کنن یا پیشنت پیدا کنن تا اینکه پیشنت رو معالجه کنن، خوب کنن و پولم بگیرن. یعنی هم برای خودشون میخوان کار کنن هم برای پیشنت. ولی این دکتر که من میخوام بیارم رو خط برای خودش نمیخواد کار کنه، فقط برای پیشنت میخواد کار کنه و خودش میگه که اگر یه مریضی بیاد بعد من و به من پول نده من بیشتر لذت ببرم تا مریضی که میاد پول میده. البته چون دکترهای دندانپزشک هستن و هم دندانپزشک هستن هم دندان ساز هستن، یعنی اون قطعات دندان رو میسازن. و حالا وقتی اومدن رو خط من بیشتر توضیح میدم. ببینید این روز که این برنامه تقدیم میکنم خدمتتون روز 13 مرداد ماه 2575 هخامنشی است و برابرش با 3 اوت، ما تو فارسی که بودیم گفتیم اوت، اینجا میگن آگست، و برابر 3 آگست 2016 هستیم. ماه مرداد ماه مهمی برای ایران هست. اولا که در 14 مرداد که مثلا فردا باشه روز مشروطیت، روزی است که در ایران برای اولین بار یه قانون اساسی نوشته شد. البته قانون اساسی یه مقدار با عجله نوشته شد چون که پزشکان گفتند که آقای مظفرالدین شاه در حال مرگ، یعنی نه که در حال مرگ، به زودی میمیره، و لذا قانون مشروطه رو خیلی با عجله آوردن که قبل از اینکه ایشون فوت کنن ایشون امضا کردن. و بعد از امضا به یه روایت میگن 9 روز بعدش مرد، یه روایت میگن 19 روز بعدش مرد، یعنی به یک ماه نکشید زندگیش که پایان یافت. و همین در این قانون اساسی یک مشکلاتی بوده که اگه میخواستم رفعش کنم باید بحث‌های طولانی تری نیاز داشته و لذا صرف نظر کردن و گذاشتن که اون بمونه. اون واضحان اون اندیشمندانی که قانون اساسی ایران آوردن اونا میخواستن قانون اساسی ایران رو شبیه قانون اساسی فرانسه و بلژیک بکنن، بیشتر از قانون اساسی بلژیک و مقداری به قانون اساسی فرانسه استقرار شده. البته تو بلژیک پادشاهی بوده و ایران هم پادشاهی بوده، بیشتر هم بلژیک استفاده شده. متوجه نکاتی در قانون اساسی یه مورد بعضی از قانون اساسی یه در واقع ملغا شده برای که اون رژیم اسلامی اومده قانون اساسی رژیم اسلامی مطرحه و اگر رژیم اسلامی اپی بره و بنا بشه قانون اساسی دیگه بیاد باید قانون اساسی جدیدی نوشته بشه و اون قانون اساسی که در زمان مظفرالدین شاه نوشته شد دیگه ملاکی نداره. در اون قانون اساسی که زمان مظفرالدین شاه نوشته شد یک جاش هست میگه باید شاه مسلمان شیعه باشه و مذهب شیعه رو رواج بده، مروج مذهب شیعه باشه، در حال ترویج این باشه. خب در حالی که یک من شو میگم که یه تاریکی اومد توی ایران باعث روشنایی شد، یعنی ذهنهای آخوندهای تاریکی 1400 سال پیش اومد باعث شد که مردم روشن شدن فهمیدن اصلا همه این بساطا دروغه و این تاریکی موجب روشنایی شد. و وقتی مردم در حال حاضر روشن شدن دیگه اون نوشتن و قانون اساسی که توش دین شیعه مربوط به دین شیعه باشه موردی پیش نمیاد. من در یک مجلس خطی بودم در دالاس
تقریبا اونجایی که بدونه به قول معروف مراتب خاک سپاری به فیلم هم 150 نفر آمدنی اونجا بودن یه انگوی از آدم بودن و من تونه هم با آدم میچرخ در من تو رو صحبت میکردم یه دهی زیادی جمع شده بودن یه جا و صحبت میکردن از کتابی کلمه کتابی ندیدم حتما باید سفارش بدم بخرم و بخونم و در بارش برم با تو صحبت کنم کتابی که و خدا و انسان خدا را آفرید و اونا میگفتن که این کتاب میگه که انسان خدا را آفرید خدا انسان را نفرید بلکه انسان خدا را آفرید ریتولیشن میکنه که بزنس ما برنده شده که به یه پولی قرض دارم خب من که این مان باید اصلا پولی هم بزنن نخواستیم که در اونجا این بحث میکنه از کتابی که و انسان خدا را آفرید یا اسمی شنیده من حتی با این کتاب بگیرم بخونم بایش در مورد این باش ما صحبت کنم و میگفتن خب همه خدا ها رو انسان آفریده خدا نیومد بگه آقا من این شکلی هم این شکلی هم این جوری هم برد صفات هم اینه نمیدونم خاصیت هم اینه فلان اینا یک انسان های بودن این خدا رو خلق کرد قبلا بت میساختن بوده این خداست بعد این نمیشه خب این که خودشون درست کردن که مردم قبول کنن یا با این که نمیتونه حرکت کنن نمیتونه کار کنه چطور میتونه خدا باشه بعد باید میگفتن خدا تو آسمونه اونتا خدایی که تو آسمونه اینجوریست که ما میگیم در نتیجه خدا ها با هم فرق کردن خدای موسی اینجا آدمی رو ساخت یه آدم رو ساخت از گل بنزه خودش تو دماغش فوت کرد این را افتاد بعد که را افتاد این مدت تو بهش گذاشتش بعد یه مدت که گذاشت تو بهش متوجه شد بابا هر موجودی باید یه جفت باشن بعد که یادش رو افتاد یه جفت آن رو باید اولی جنده کبه این حوال خلق کرد بعد که حوال خلق کرد یه سیب گذاشت بعد گفت این سیب نخورید آخو مرد حساب خب نمیذاشتی چه دایی کنم چه باشتی که دایی کنم براسته سیب خوشگل خوشبو خوشحال بعد می نخورید با اینو بخواد نخورن ولی خدایی که شیطان میفرسته که اینا رو وسوسه کنه که تا بخورن خب اینا به همجور در نمیاد دیگه این خدای موسی است خدای عیسی میگه که تو باید اگه این من صورت بزنم این من صورتم بذاری بزنم اگه پیرت خواستم باید کلتم در بری بری و من پسر خدا خب اینا هیچ کدوم منطقی نیست خدای اسلامی که برو بزن غارت کن و زنها و بچه های مردم بگیر بکن هیچ شوهرم داشت مطلبی نیست ولی به شرطی که خمسش بده به من یعنی تا اون موقع قتل و غارت و کشتار یک بدی داشت بوده این بده ولی خدای محمد گفت نه اگه خمسشو بدید به آقای محمد هیچ عیب نداره تجاوز کردی به زن مردم اصلا عیبی نداره پسر مردم تجاوز کردی دختر مردم اصلا عیب نداره فقط یاد تو باشه که خمسشو بدید به محمد خمسی بدید به محمد ثواب هم داره یه بهش که خلق کرد خدای محمد یه بهش که خلق کرد که توش کوری و علمانه خب حوری برای که یه حوری برای که مردایی که زنهای خوشگل دوست دارن این حوری ها رو که همه چونن باکره هستن و هرچه عملی انجام بدید دوباره باکره میشن این میرا ترک میشه قلمان یعنی قلام بچه ها قلام بچه ها مانه چی؟ مانه اون مردایی که پسر بازن اونا سر خب برای زنها چی گذاشتی؟ آقای محمد تو بهش آقای خدای محمد برای زنها تو بهش چی گذاشتی؟ هیچی چرا هیچی؟ دلیل چی نگفتم توی که قرآن دلیل چی نگفته من دلیل چی براتون میگم اگه شما به نظرتون دلیل دیگه میاد زنگ بزنید بگید دلیل اینکه آقای محمد به شمشیر مردان جنگجو نیاز داشته زنها که برای شمشیر رو میزدن که پس نمیخواسته کالو هدیه خاصی به زنها بده چون برایش اهمیت نداشتن زنها دشمنش بودن بودن دوستش بودن اهمیت نداره ولی مردا مردای جنگاور مردای شمشیرزن خیلی برشو مهم بود ولذا بهشت رو برای مردا درست کرد وعده داد به مردا گفت اگه کشته شد
چیزی که نگران نباشید. میرید اونجا بهش، گوری ها و قلمان ها منتظر تونن و شما میرید اونجا و مردم باور میکنن میافتن از توزه از تایی دل میجنگیدن شجاعانه و چیزی نمیزردن گذاری پیروز شدیم که غنیمت میگیریم ننها و دختران و بچه ها شدن هم باید شدن هم حال ما میشه حال میکنیم اگر مردیم تو باز میریم اون دنیا حال میکنیم اونجا گوری هست قلمان هست هم چه خواستیم خواستیم حالا اگر رسانیم من برم مهمان عزیزم رو بیارم روی خط و این کار رو انجام بدن. خواهش می‌کنم آقای دکتر،
خودتون معرفی کنید و خودتون بیشتر در باره کارهای انسان دوستانه خودتون توضیح بفرمایید. حدود مثلا 10 تا 12 تا تکنیکیان ما در لابراتوارهای
که نقاشی خوب
زمانی که ادعای آقای فردیدی و همگی هست و ایشون فردیدی و همگی رو به اصطلاح دست داده و یاد داده اموی بندم خدمتی ایشون ساز ویولون رو یاد گرفتم. البته من یادم میاد که امون هر سازی رو که در یک جایی بود و می نشستیم دور هم بودیم به خوبی می نواختم، سرتور، تار، ویولون، هر چی که من یادم هست ایشون می نواخت. به خاطر علاقه ای که امون داشت و خیلی دیگر من بهش نزدیک بودم علاقه من رو موسیقی شدم. متا پدر و مادرم توافق زیادی نداشتم که بنده موسیقی یاد بگیرم، به خاطر اینکه فکر کردم ممکنه از درد هم بیفتم، ممکنه نمیدونم به راههای ناشایست به اصطلاح کشیده بشم و اینا. و به ما گفته بودم که نخیر، ما به موسیقی گوش کنید و فراموش کنید یاد گرفتن موسیقی رو. تا من اینقدر علاقه داشتم که در این که خودتون در کشور ما پدر مادر برای ما مثل خداوند بودن، یعنی هر چی دست و هم میگفتن برای بنده به خصوص در سون ولی در وجودم یک اشتیاق و یک علاقه ای به موسیقی بود که هر بار که گفتم نه بابا عمومان گفتم این سال شما نباید بزنید، من میدونم در یه چیزی در وجودم هست که من رو به طرف موسیقی و ساز جذب میکنم. یادم من این بود کچوبی چوبی خریده بودم که توی آستینم قایر میکردم روزا موقع رو تلویزیون اینا نبود، رادیو گوش کردم. یادم من کانون مردیه میخوند یاد گرفتم میرفتم توی تیابونی از این خورم اون هوا خیلی گرد یه درخت زیر سایه این درخت میشستم من ساز میدردم برای تا یه روز که کسی منظر نبود بعد توی اتاق یادم یه سر به صندلی داشت من این صندلی ها رو آهنی میدارم یادم هر صندلی عرش نشسته بودیم و عرشم که خوب بیدید بچه ها الان به هر حال با ذره بزرگی خود انسان با خیال و با رویا و این چیزا اگه نباشه که اصلا بیشتر نباید بود. ما روی اون صندلی عرش نشسته بودیم و داشتم فکر کنم یا خانم دلکش بود یا پوران بود یکی از این خانمدار زن کشورم بود داشت میره بود. ما رو صندلی هم نشسته بودیم پیش خودمون که آره ما هم جز و کس اینا هستیم و با اینا ساز میزدیم و چه لذتی و چند از دیگه آسمان ها رو ما داشتیم سیر کردیم یه محلی در افتاد باز شد و ماما و بابا و پدر مادر میرم از ما مادر ماما مجلس ادا میکردیم بابا اون بابا محمود بابا محمود و مادر ماما مجلس خارج شدن با چشمای بسیار بزرگ و اینکه این بچهش استعداد ساز میزنه خب ساز از کجا بودی؟ مگه ما با تو صحبت نکردیم توفیق دادیم به اونا گفتم که قبل از اینکه بنده رو تبدیل بسیار زیاد بکنیم شهروند داریم اجازه بدید من این توضیح بدم بهتون. ما همش سعی میکنیم این کار رو نکنیم ولی پیر وجودمونه که اونه به ما میشه شما یه باید منو تبدیل کنم که از اسم ما که همون چیزی که توی تره من هست این کار رو رفته بکنم درست دارید شما خودم نیدونم یادم نیست اون چه طور من این حرفا رو به پدر مادرم زدم که منو بغل کردن و عجب به حضورتون که پوشیدن و گفتن که پسر که ما اگر به این کار رو نکن در چه فکر کنیم بعد نمیدونم فرشته گناه نه میترسیم که و خدای نکرده تو به راه غلطی بریشی و من نمیدونستم محصولشون رو غلطی موقع شاید هنوز در رستوران هم نمیرفتم یادم میاد که مدرسه هم نمیرفتم به اینها گفتم که من به شما قول با روزی که زنده هستم نه سیگار بکشم نه مشروب بخورم نه مواد مخدر استفاده کنم نه دروغ بگم. این چهار تا چیز رو همیشه اینها به ما به اصطلاح تاکید کرد با پدرم دست دادم و گفتم یادتون هر چون هم شروع بودید که یه مرمان که دست میده این بالاتر از یک امضا و نمیدونم قرارداد و این چیز هست ما با شما دست میدیم و این با
خودتون همیشه مستعده هستید که در خدمتتون بارها بودم و من دارم که دور هم هستی من هیچ وقت بله آقای دکتر نه نه به سیگار میکشن نه مشروب نه آبجو نه شراب هیچ وقت و این به خاطر قولی بودم که به پدر دادم و بعد سال همونه ای هست که به سلام از نی از همون به سلام نی که در ایران فکر کنم بولفر هم بهش خطاب می کنند و در امریکا به عنوان بمبو شناخته میشه و شش سوراخ داره پنج سوراخ در جلوش هست به یک سوراخ در عرب که جای انگشت شست هست ولی با این ساز به اصطلاح بسیار اولیه به قول معروف میشه هر کاری کرد و هر دستگاهی بزن و هر گوشه بزن و ما هم به خاطر علاقه که داریم این ساز رو میدن. حالا فرمودیم که من با دوستان زیادی ساز دادم و عجب به حضورتون که همکاری داشتم که افتخار داشتم البته ولی چون نه نوت میتونم بخونم و یا بنویسم و بلد نیستم عملا برنامه که اگر باشه این رو ضبط میکنم و برای من میفرستم من گوش میکنم به قول معروف از طریق گوشی این برنامه رو اجرا میکنم. سالهای وقتی که به امریکا آمدیم ما شاید هزار و هرچند به حضورتون که 982 مثلا 82 به قول اصطلاح هجیه عملی ما در امریکای گروهی رو ایجاد کردیم به نام اوشان 1982 میلادی میلادی میفرمه دیگه میلادی و یک گروه ما درست کردیم اون مثلا شاید میشه حدود 30 سال و خوبه حتی بیشتر چیزی به نام اوشان. در این گروه دوستان بسیار عزیز من که با من اساتید موسیقی هستن مثل دکتر ترشیدی که شاید بهتری تومت نواز یکی از بهتری تومت نوازهای کشور رو باشن شاگرد استاد تهرانی و استاد اسپایدی بودن هرچند که آقای مردی که به خدا رحمتشون کنه روش و شاد باشه کمانچه میزنن هرچند بزرگ به آقای اسپایدی تهرانی که الان در ایران تشریف دارن و مدرس بسیار خوبی هستن در سنتور و یکی دو کتاب بسیار مفصل و خوب دارن میگیسن. آقای با از خواننده های معروف با کیا همکاری داشتید؟ از خواننده های معروف که من چون علاقه به هر نوع موسیقی خوب دارم با دوست بسیار عزیزم که نور چشم دیدم از داروش در کارنگی هال نیویورک با هم برنامه داشتیم که دوست عزیزای دکتر زمانی یک آهنگ ساختن به نام بالای می که درش گوشه های از بسیلا مخصوص سولو برای می هست که در خدمت ایشون توی کارنگی هال برنامه اجرا کردم با ایشون توی لس آنجلس در یونیورسال آمفی‌تئاتر برنامه اجرا کردم با ایشون مجددا در پاریس در ورسای تالاس اونجا به اصطلاح بخش تالاس ورسای برنامه اجرا کردم هرچند به حضورتون که با دوست عزیزم بیژن مرتضوی همکاری داشتیم ساز زدیم شاید یکی دو تا از سیدیهای آقای مهین رو من اگر نیدنش هست بعد افتخار داشتم بنوازم با
خدمتتون که بدین. به هر حال اینا افرادی بودن که من در خدمتشون بودم و کارهای مختلفی که آقای دکتر احسان بشیری عزیز، حالا میشه که شما یک قطعه کوتاهی برای بینندگان مردم تیوی بنوازید؟ ادخار میکنم این کار بکنم، مطمئن میدونی که هم جنابالی و هم شهرونده ها بیننده های عزیزتون که حضرت گفتی دارد میشنم صدای من رو. بله. از راه دور و نواختنش در تلفن من فکر میشه بسیار خوب و قابل به اصطلاح شنیدنی باشه. من یه بسیار کوچکی براتون اجرا میکنم. البته من همیشه جزء موجودم هست، نه اینکه توی مطبم، توی اتاقم، توی ماشینم، شما میدونید هر وقتی در خدمت شما هستم. بله بله، همیشه از موسیقی شما لذت میبریم. بله، خواهش میکنم. اگر اجازه بدید که چند لحظه کوتاهی براتون یک کوچیک. بسیار خوشحال میشم، بسیار خوشحال که مورد قبول شما و بیننده های گرامتون واقع میشه. خواهش میکنم. صدا قد شد. بله، برحال آقای دکتر حسن بشیری بودن و ایشون دندون پزشکن و بسیار ساعت خشنه خشنگ میزنن. از همطور که خودشون گفتن از طریق تلفن ممکنه که این زیاد نباشه، من سعی کنم دفعات بعد بذارم از طریق اسکایپ با ایشون کار کنم و من اینجا اسکایپ دارم میتونم استفاده کنم. اونجا باید وصل بشه این کامپیوتر، باید این دستگاه وصل بشه که مستقیما از طریق کامپیوتر بیاد برنامه روی کار. و ایشون
من تعارف زیادی ازشون داشتم که نمیدونم چطور شد ارتباط ما قطع شد. حالا باید سعی کنم این بشه. الو چطور شد قطع شد قربان؟ مرسی خیلی متشکرم آقای دکتر حسن بشیری. حالا فرض کنیم که مثلا در یک شهری از امریکا یک چند نفر دندان پزشک بخوان همین برنامه رو اجرا کنن، از شما راهنمایی کمک بخوان و بخوان شما مثلا تشریف بیارید اینجا، چه جوری میشه؟ بسیار بزرگی هستید. من
تالار شما نشکت هم خیلی کمک میکنید و کمک های شما به افراد واقعا بزرگوارانه و خیلی با ارزشه. از ته دل کار میکنید، انسان های مثل شما کم پیدا میشن. برای من به دوستی شما افتخار میکنم و امیدوارم که من اسکایپ هم را بندازم دوباره از شما خواهش کنم که افتخار بدید در این برنامه داشته باشید. پس وبسایت شما هر کی میخواد با کارهای آقای دکتر حسن بشیری آشنا بشه و این کارهای همون میدونم آخرین برنامه‌ای که از این نوع داشتید کی بود؟ بله. حالا آقای دکتر، من یک
جوک براتون بگم و برنامه‌ریزی کنم. یکی بود سر اسلام کرد، موی سر کوتاه می‌کرد. بعد اون بعد یه مدتی یه صاحب بچه شد. نمی‌شد مدت رو. بعد گفتش که من یک هفته مجانی اسلام می‌کنم. یه روز همه اونایی که اومده بودن هلندی بودن. فردا دید مغازه‌اش پر گل شد. هر کی سبد گل گذاشته. یه روز دیگه همه اونایی که بودن سوئیسی بودن. دید مغازه‌اش فردا پر شکلات سوئیسی شده. روز بعد همه ایرانی بودن. بعد وقتی روز بعد رفت دید همه صف بستن هم میگن این پس فلان بوده شده چرا نمیاد. حالا شما هر این دو مشکلی ها ندارید که میان اصولا مریض ایرانی هم در گیرگیر میان در این برنامه ها؟ فکر میکنم آره البته اگر دوستان ایرانی چون من شهر دور افتاده زندگی میکنم و مدف دارم که بسیار جایی کوچکی که 2500 نفر فقط شهرش جمعیت داره اونم از جاهایی که بیان اسم شهرشون چیه؟ فیلت بی اینجا نیستن ولی اگر که دوستان ایرانی تشکیل بیرن توشه من هم معمولا دوستان ایرانی رو هیچ وقت به طور مجانی درمان رو کنم و هر بروی باشن از هر سنی باشن. پس آدرس مطلبتون رو ندید، ممکن آدرس مطلبتون رو ندید، ممکن صبح صبح ببرید. شوخی میکنن، نه شوخی میکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر، ما به شما افتخار میکنیم. جامعه ایرانی، من فکر میکنم اونایی که بشناسن به شما حتما به شما افتخار میکنن. من اینجا به شما به درود میگم تا دوباره با هم صحبت کنیم. بله بیه. خب این برنامه در واقع برنامه آقای دکتر حسن بشیری بود. ایشون انسان بسیار والایی هستن. اصلا تا نبینید با ایشون شروع نش نکنید متوجه نمیشید چقدر بزرگوارن. مثلا فرض کنید که مثال بزنم، یکی از بستگان فوت شده، ایشون از اون شهرشون 10 ساعت رانندگی کردن اومدن در مجلس ختم شرکت کنن توی دالاس برگردن برن. و خب کمتر اتفاق میفته یه دکتری پاشه کارش بکنه، پاشه بیاد اینجا این کارو بکنه. و چقدر در کارهایی که برای دیگران اتفاق میفته چقدر ایشون کمک ساز هستن. یعنی مثلا کارهای پزشکی، نه کار دندانپزشکی، چقدر وسیله ساز هستن که باید اینا رو بعدا صحبت کنیم که این کارهای خیر رو بگیم که رواج پیدا کنه و مردم بفهمن چه انسان‌های خوبی وجود دارن. بنابراین سپاسگزارم از آقای پارسا سربی در اتاق فرمان در واشنگتن که برنامه کارگردانی فنی کردن. همونطور که گفتن روی فیسبوک این برنامه رو میتونید ببینید. فکر میکنم که در خود مردم تیوی هم تکرار خواهد شد. سپاسگزارم از بینندگان عزیز، از شما خانم، شما آقا که به این برنامه توجه کردید. خیلی ازتون تشکر میکنم. شاد و پیروز.